خیلی سریع تو این قسمت میخوام در مورد ویو صحبت بکنیم یا نمایش توی وبسایتتون. اگر ما بریم داخل پیپل، داخل اینجا اگر بریم میبینید که پرمیشن، خب اینجا کامنت رو، سیکشن کامنت رو میبینید، میگه نظر، چه کسایی میتونن نظر بدن چه کسایی نمیتونن نظر بدن. ببینید اونایی که مهمه، یکی پست کامنته، یکی هم سکیپ کامنت اپروول. اونایی که میتونن کامنت برای شما بفرستن کیان؟ اگر مستقیم نگاه بکنید میبینید که ادمینستریتور همیشه میتونه، یعنی خود من همیشه میتونم کامنت بدم و این غیر فعاله ولی تیک خورده. اونایی که اوتنتیکیتد، اونایی که رجیستر کردن به وبسایت شما میتونن بدن، میبینید که همیشه میتونن بدن. وقتی من این رو برمی‌دارم این هم میشه چی؟ فعال میشه. پس این رو اگر آن بزنید، اونایی که بتونن رجیستر بکنن شما هم میتونید چیکار بکنید؟ کامنت بده. اما اونایی که نانیموس هستن، اونایی که ناشناس هستن چی؟ اگر اینو بزنید فعال بکنید میتونن کامنت بدن. ولی این پایین skip comment approval، یعنی شما اگر اینو تیک بزنید، اینو تیک نزنید، یعنی همه میتونن کامنت بدن، منتها اونایی که نانیموس هستن اگر اینو تیک نزنید باید شما approve بکنید. یعنی مثلا بگید اوکی که اون کامنت نشون داده بشه. حالا من اینو برمی‌دارم که اونایی که فقط رجیستر کردن بتونن کامنت بدن. اما تو این قسمت میریم توی استراکچر. توی استراکچر که رفتیم کانتنت تایپ، خب اینجا هر کدوم رو بخواید میتونید ادیت بکنید که کیا مثلا چه کامنتی بزنن. ببین اولا بذارید من برم داخل این، اینجا این پایین سیکشن میبینید که کامنت داره. سابجکت مثلا من میگم نایس و بعد این پایین مثلا میگم thank you very much for this great content یا article، فرق نمی کنه. و اینجا میبینید که چیه، اینو درست کردیم و این سیو رو میزنیم. نگاه بکنید یه اینجا یه چیز درست شد و این بالا نوشته نیو. میبینید سابجکت زدم نیو، چیزی نزدم، ببخشید تایتل زدم نایس و این اینجا نوشته نیو برام. یه تایتل دیگه بزنم، اگر من بخوام به این ریپلای بکنم میتونم ریپلای بزنم مثلا اوکی، تایت سابجکتش اوکی و میگم اوکی مثلا اوکی گات دات مثلا و بعد سیو رو میزنم. نگاه بکنید میبینید که ایندنت شده. ایندنت یعنی به این کامنت بالاییه جواب داده. یه نفر دیگه، حالا هم میتونه من باشم میتونه یکی نفر دیگه باشه. اما بذارید بریم این استراکچر کانتنت تایپ این آرتیکل رو ادیت بکنیم. میبینید که این پایین کامنت سیتینگ داریم، روی این کلیک بکنید. اینا رو میخوام به شما توضیح بدم. اولی میگه دیفولت کامنت سیتینگ فور نیو کانتنت، میگه اگر این رو اوپن بذارید هر همه میتونن کامنت بذارن. اگر کلوز بذارید اونایی که قبلا کامنت گذاشتن دیگه پاک نمیشه، ولی اونایی که بعدن میخوان کامنت بذارن دیگه نمیتونن. اگر هیدن بذارید مخفی میشه کامنت ها. اوپن میذاریم. تریدینگ چیه؟ تریدینگ رو دیدید من الان به خودم تونستم جواب بدم. اگر اینو بردارید دیگه نمیتونم به خودم جواب بدم. یعنی اگر اینو الان من بردارم سیو بزنم، ببینید که این کامنتی که ما این پایین دادیم هم لول این میشه. ببینید یعنی هم لول، یعنی تو یه خطن، با اینکه من با بالای جواب دادم ولی تو یه خطن. ولی باز میبینید که تریدینگ مثل فیسبوک دیگه، دیدید که اونایی که تریدینگ میکنن ریپلای میتونن به بقیه هم کامنت بذارن. برای صفحه درست کردن توی فیسبوک هم یه همچین چیزی هستش. کسی اگه میخواید تو صفحتون دعوا نشه این تریدینگ رو برداری که کسی به کسی نتونه جواب بده، شما باشید فقط به مشتریاتون جواب بدید. این کارو میتونه انجام بده. و الان اگر نگاه بکنید میبینید که چی شده؟ این ایندنت شده، به این بالایی جواب داده. اما بقیه رو توضیح بدیم. ادیت کامنت سیتینگ و اینجا میبینید که کامنت پر پیج زده. میگه کامنت پر پیج چند تا باشه، میگه نظرات در هر صفحه چند تا باشه. اگر تبلیغ دارید توی وبسایتتون میذارید با اون تبلیغا مثلا پول در میارید، بهتره اینا رو کم بکنید، چون به اندازه هر کلیکی که به وبسایت شما میکنن مثلا تبلیغا نمایش داده میشه و خب شما میتونید پول در بیارید. اما مثلا شما میتونید 10 تا بذارید و بقیش بذارید تو صفحه دیگه، همچین چیزی میشه. allow comment title،
من اگه این رو بردارم چه اتفاقی میفته؟ تایتل دیگه برای کامنتاتون دیگه نخواهید داشت. نگاه بکنید ما این کامنت اولی مثلا دید که نیو بود بالا، دیگه ببینید اون نیو نیستش و اون رو دیگه نخواهید داشت. ولی به پیشنهاد من تایتل احتیاجی ندارید، حالا اگه خواستید میتونید بذارید، اما نخواستید هم میتونید بردارید. این تایتل رو در اینجا بردارید. منظورم اون سابجکت، تایتل همون سابجکت نیم که بالا وقتی میخواییم کامنت جایی درست بکنیم دیگه سابجکت نداریم، ولی اون قبلی ها هنوز تایتلشون مونده چون ما درست کردیم. Allow reply from the same page as comments. ببخشید show allow خوندم. Show reply from the same page as comment. میگه نشون بده هر جوابی رو توی همون صفحه‌ای که کامنت ها وجود داره، یعنی تو همون صفحه‌ای که مطلب وجود داره اون صفحه هم نشون بده. یعنی اگر ما اینو برداریم کامنت ها داخل یک صفحه دیگه میره. وقتی شما مثلا بزنید میخواید کامنت درست بکنید چی؟ داخل یک صفحه دیگه میره و دکمه ریپلای هم دیگه نخواهد اونجا بود. یعنی الان ما اینو سیو بکنیم و نگاه بکنید الان دیگه میبینید کامنت من این پایین دیگه ندارم، بعد این رو بزنم بره یک صفحه دیگه باز شه. میبینید و این زیاد کاربردی نخواهد بود چون از ایجکس هم استفاده نکرده، بعد صفحه یه بار دیگه لود بشه. و اینجا میبینید که ریپلای هم داریم اینجا که میبینید که داخل یک صفحه دیگه میره. پس اینم این تنظیم بود. دیگه چی میمونه؟ دیگه این میمونه که این پایین preview comments، میتونید کامنت رو ببینید چه جوری شده. optional آیا درخواستیه؟ حالا میخواید مثلا وقتی کامنت رو مینویسه میتونه preview کنه. preview یعنی چی؟ یعنی پیش دید، پیش قبلا دیدن. این معنی خوبیه، قبلا رویت کردن. میتونه قبلا کامنت رو ببینه. آیا بخواید disableش بکنید برش دارید یا require حتما بتونید کامنت رو قبل دیگه submit بکنید ببینید یا optional بذارید؟ بهترش هم همین optional. پس این هم از این کامنت ها. جلسه دیگه با هم دیگه در مورد این بیشتر صحبت کنیم.